درود بر شما دوستان عزیز، وقت همگی به خیر. شروع میکنیم با همدیگه درس 28 از گرامر سطح B2 رو. امروز میخوایم راجع به یک بحث بسیار 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 مهم برای موارد رسمی، مقالات، روزنامه ها و متون رسمی، اخبار و گزارشاتی که میشنوید. این بحث خیلی مهم هست بدونید، برای اینکه بتونید در متن اینها رو تشخیص بدید، ولی در محاوره روزمره کمتر از این بحث استفاده میشه. قبل از اینکه شروع بکنم خدمتتون عرض میکنم تیترش رو، اگر یادتون باشه ما چندی پیش تقریبا فکر میکنم توی لول به آینس بود یا آتسوای، فکر میکنم آتسوای بود، ما یه بحثی رو خوندیم به اسم کنیونکتیو سوای، اگه خاطرتون باشه، و من چند مورد رو گفتم که مثلا کنیونکتیو سوای اصلا برای چه شرایطی به کار میره، برای آرزو به کار میره، برای اینکه مثلا شما میخواید بگید که ای کاش من جای فلانی بودم، یا اینکه برای اینکه یه کمی رسمی و هفلیش در واقع صحبت بکنید، مؤدبانه صحبت بکنید، و چند تا کاربرد داشت، حدود 5 یا 6 تا، شاید هم 7 تا، الان دقیقا خاطرم نیست، کاربرد داشت که براتون این کانیونکتیو سوای رو گفتم، و اگه یادتون باشه همون هتن بود و وقن بود و بقیه افعال با وردن بود. هتن مال فعلی بود که هابن داره و میگفتیم تو کانیونکتیو سوای هتن میشه، بعد زاین میشد وقن که صرف میشد با توجه به فاعل. اینا رو همه رو گفتم دیگه تکرار نمیکنم، و وردن هم برای سایر افعالی که نه با هابن می اومد نه با زاین می اومد، یعنی مثلا مگلیشکایت هابن یعنی امکان داشتن، پس می گفتیم مگلیشکایت هتن، درسته؟ یا واقعا مثلا کرانک زاین میشه کرانک ویرن. خب ویردن میاد با فعلای دیگه مثل آربایتن، مثل مثلا زیهن، هرغن، لیزن، حالا چیزای فعلای مختلفی که دیگه مجبور نیستید شما اون رو با هابن یا با زاین به کار ببرید. پس این کنیونکتیو سوای بود. امروز میخوایم با هاتون راجع به کنیونکتیو آینس صحبت کنیم. حالا کنیونکتیو آینس اصلا یعنی چی؟ کنیونکتیو آینس اصلا در گرامر زبان آلمانی، این رو میخوام خیلی امروز عامیانه بهتون بگم، ببخشید یه های پرانتز وسطش باز کنم بچه، کنیونکتیو آینس درس سختیه به این جهت که خیلی رسمیه، گرامر خیلی رسمیه و خیلی چیز بیقاعدهیه در واقع، اینه که چون هی قاعده میچینه و هی توش میگیم نه این دیگه الان به کار نمیره منسوخ شده، ممکنه کمی گیج کننده باشه، ولی من اومدم قبلش براتون یک سعی کردم یک تفکیک، یک دستبندی انجام بدم که به جای اینکه شما بشینید این رو از روی گرامر کتاب ها بخونید و گیجتون بکنه، خودم با روش که داشتم تقسیم بندی کردم، احساس کردم تو این تقسیم بندی شما بهتر یاد میگیرید. پس وقتی ویدیو اول که همین ویدیو هست رو نگاه کنید، چون احتمالاً چند تا ویدیو پشت سر هم فقط مال کنیونکتیو آینس خواهد بود که من قشنگ براتون توضیح بدم، وقتی این ویدیو رو نگاه میکنید عجله نکنید، گیج نشید، قطعا وقتی درس رو کامل تا آخرین ویدیو نگاه کردید تازه دستتون میاد چی شده، مجدد بعد نگاه بکنید، دوباره بر خودتون فرمول بندی بکنید و تمریناش رو حل بکنید. وقتی تمریناش رو یا من جواباش رو براتون بذارم ببینید، تازه با این درس ها میتونید مسابقه بدید و متوجه میشین که تازه چی شد. واقعا بر خود من هم همین اتفاق افتاده. خیلی خب، میریم سراغ دست کنیونکتیو آینس اصلا برای چه مواردی به کار میاد، اصلا چی هست کنیونکتیو آینس، چرا در زبان آلمانی وجود داره. بچه همونطور که بهتون گفتم کنیونکتیو تسوای برای 6 تا یا 7 مورد به کار میاد، کنیونکتیو آینس فقط برای یک مورد به کار میاد، بهش میگن نقل قول غیر مستقیم. ببینید اگه خاطرتون باشه ما یه موقعی میگیم که مثلا علی گفت، خب بعد یه دونه گیومه میذاریم من امروز میآیم، و گیومر میبند، درسته؟ ما به این میگیم نقل قول مستقیم. خب یعنی چی؟ علی گفت، این جمله علی رو من میذارم اینجا، اینو سبزش میکنم، یعنی که این جمله علیه، من گذاشتم توی گیومه، پس من نقل قول کردم، گفتم علی گفت من امروز میام، این معنی کیه؟
علیه دیگه، دارم از طرف علی این جمله رو میگم. پس اصلا هیچ تغییری توش به وجود نیومده. اما ما در زبان آلمانی یا در هر زبان دیگه یه نقل قول داریم، نقل قول غیر مستقیم. پس من اینو میکنم نقل قول مستقیم، درست؟ بعد زیرش میام می‌نویسم نقل قول غیر مستقیم. این چی میشه؟ نقل قول غیر مستقیم میگم علی گفت، او علی گفت، میتونم اصلا ویرگول بذارم، او امروز میآید. ببین همین قاعده، او امروز میآید. پس وقتی من این قاعده، این او امروز میآید، از اینجا به بعد دیگه علی گفت رو دیگه کار نداریم، از اینجا به بعدش چی هست؟ نقل قوله. من میگم علی گفت امروز میاد. اولین چیزی که شما باید بدونید اینه که برای نقل قول غیر مستقیم کانیونکتیو آینس استفاده میشه. پس ما نقل قول غیر مستقیم استفاده میشه، پس نقل قول مستقیم و ما دیگه کاری نداریم. پس من اینو پاکش میکنم. پس یک، کانیونکتیو آینس بچه فقط برای نقل قول غیر مستقیم بر زبان آلمانی کاربرد داره. خب نقل قول، در نقل قول غیر مستقیم گوینده گفته یکی دیگر رو، درسته؟ یعنی من میام به شما دارم میگم علی گفت، گفته یکی دیگر رو بدون اینکه کلمات یا جملات اون رو تکرار بکنه بیان میکنه، درسته؟ چون گفتم علی گفت او امروز میاد، اون که اینو نگفته، گفته من امروز میآیم، من امروز میآیم رو من تغییر دادم به او امروز میآید، پس عین جمله اون رو تکرار نکردم. نشونش اینه، به این میگن نقل قول غیر مستقیم. اینها رو اگه میبینید دارم توضیح میدم، تعجب نکنید. بعضی از دوستان ادبیات زبان فارسی رو ممکنه خوب نشناسن و ما موظفیم که در واقع برای همه دوستان طوری توضیح بدیم که به همه به اون سطح رضایت از درس برسن. خب حالا نقل قول غیر مستقیم برای موارد رسمی مثل اخبار، خب در اخبار، گزارشات رسمی، خب و فرض روزنامه ها، حالا هر جایی که این اخبار هست، اخبار تو تلویزیون، روزنامه هست، گزارش رسمی، نمیدونم از تلویزیون شما میبینید، هر جایی اینها نقل قول غیر مستقیم استفاده میکنن. مثلا یعنی چی؟ یعنی که فرض بکنید یه جمله می نویسم، اصلا شما گرامرش رو توجه نکنید، فقط میخوام بهتون بگم یعنی چی. یه مثال براتون می نویسم، این مستقیم بهش میگن direct rede. direct rede اینطوری چی میشه؟ میگه the president sagt. خب این مستقیمه. ich werde die Steuern senken. خب این دایرکت هستش. خب این دایرکت هست. میگه پرزیدنت گفت چی؟ اینو رو بزنم که گیومه، این گیومه رو من پیدا نمی کنم، اگه یه لحظه به من فرصت بدید بچه ها ببخشید. آها دو هستش. خب الان خوشت. پس میگه پرزیدنت چی گفت؟ بچه ببینید این جمله شو ایش برده دیشتویم زنکن، اصلا معنیش رو برش کنیم که معنیش چی هست. این جمله شو گفت امنگو رئیس جمهور گفت، خب حالا در واقع در زبان ها، در زبان ترجمه در واقع اینطور ترجمه میشه، درسته که زمان حاله، ولی در ترجمه میگیم پرزیدنت گفت من مالیات ها رو کاهش خواهم داد، مالیات رو کاهش خواهم داد. خب این نقل قول غیر مستقیم بود. اگه من همینو بخوام نقل قول غیر مستقیم بکنم، بهش در زبان آلمانی میگن indirect rede. میگم der Präsident sagte werde die Steuern senken. گرامرشو فراموش کن، گرامر رو همه رو براتون میگم. اینم werde. خب همونطور که میبینید در این مقطع، در این استپ برای شما باید این مهم باشه که فرشته گفت در نقل قول غیر مستقیم شما عین جمله رو تکرار نمیکنید. چی شد؟ من گفتم ورده دی اشتوین سنکن، اینجا گفته بود ایش ورده. پس ما میگیم معنی این در واقع اولی میشه رئیس جمهور گفت من مالیات ها را کاهش خواهم داد،
در نقل قول غیر مستقیم جمله دوم میگیم رئیس جمهور گفت نقل مزار میخوام مالیات ها را کاهش خواهد داد، درست که او مالیات ها را کاهش خواهد داد. حالا که نداره، میتونیم بدون که بگیم. خب پس ما اومدیم یه در واقع نقل قول غیر مستقیم کردیم. حالا اگه فرض کنیم یه جمله مثلا ساده تر بخوایم، مثلا توی یه کتاب داستان هستش، مثلا علی زاکت مثلا زو الهام، علی زاکت زو الهام میذارم تو گیومه ایش لیبه دیش. اینو فکر کن تو کتاب داستان داری میخونی، رمانه و جای مثلا رسمی نوشته شده، بعد شما میخوای اینو بکنی غیر مستقیم. غیر مستقیم رو من دیگه رنگ دیگه میکنم، آبی مینویسم براتون، میگیم علی زاکت سو الهام، یه دونه ویرگول میذاریم. میبینید اینجا گیومه هست، چون عین مطلب رو باید جا به جا بکنید، در واقع کپی بکنید، اینجا یه دونه ویرگول میذارید. پس علی زاکت سو الهام ار، درست ار لیپت زی، درست ار لیپت زی. حالا میتونم اصلا این کار نکنم، میتونم داشت رو بذارم، یه دست بذارم اینجا، دست ار زی لیفت، درسته؟ خب اینم از جمله غیر مستقیم. حالا این دوتا رو ولش کنید، این دوتا رو فقط براتون مثال زدم که شما ذهنتون یه کوچولو در واقع نزدیک بشه به درس. حالا که ما یاد گرفتیم که در واقع کانیاکتیو آینس نقل قول غیر مستقیمه و عین جمله تکرار نمیشه و کجاها به کار میره، حالا میگیم که اصلا نقل قول غیر مستقیم با چه افعالی به کار میره. بچه در زبان فارسی هم همینطوره، من یکی یکی آلمانی ها رو براتون می نویسم که کدوم افعال هستن. اگه این افعال بیان در متون رسمی، معمولا این افعال باعث میشن که شما بعدش بتونید نقل قول غیر مستقیم استفاده کنید. نه اینکه اگر این افعال میان، این گیجتون نکنه که هر جای این افعال اومدن شما باید نقل قول غیر مستقیم بکنید، نه. ولی جاهایی که شما نقل قول غیر مستقیم میبینید معمولا بعد از این افعاله. مثلا یه کتاب داستان داری میخونی یا یه اخباری داری گوش میکنی، میبینی که اینجا نقل قول غیر مستقیم بود که فرشته درس داده. خب بعد نگاه میکنی به فعل، میگه آها پس این یکی از اون افعالیه که میتونه نقل قول غیر مستقیم رو بسازه، نه اینکه لزوما همیشه بعد این فعل نقل قول غیر مستقیمه. مثل چی؟ مثل آنت بوتن. آنت بوتن یعنی چی؟ پاسخ دادن. مثلا اینکه علی پاسخ داد، یا مثلا رئیس جمهور پاسخ داد، او در اواخر هفته آینده برنامه ریزی خواهد کرد. یا رئیس جمهور در پاسخ به این سوال گفت که او مثلا برنامهش اینه. پس آنت بوتن یکی از اون چیزهایی که شما میتونید نقل قول غیر مستقیم کنید. دوباره داریم یه چیزی که اویسترن. اویسترن مثل همون زاگن، بیان کردن. اویسترن. بهاوپتن. بهاوپتن. بهاوپتن یعنی چی؟ بهاوپتن. خب. من انگلیسی. خب. بهاوپتن یعنی ادعا کردن. خب. بریختن. بریختن گزارش دادن. پس حالا بذارید اول براتون بنویسم. یکی براتون مثال مثلا فارسی بزنم که شما مطمئن شید. دینکن و ارکلرن، ارکلرن و فراغن و گلاوبن و ماینن و داگن. خب حالا چند تا فعل هست، منظور من پاره ای از افعالی که میتونه، پس میخوام اینجا براتون بنویسم برخی از افعالی که با مواجهه، با مواجهه با آنها متوجه خواهید شد که می تواند بعد از آن، بعد از آنها کنیونکتیو آینس استفاده شود. خب استفاده شود. حالا اینجا همینجا نگه داریم، بهتون میگم آنت بوتن
یعنی پاسخ دادم که براتون مثال زدم اویسن مثلا، حالا همه رو اینطوری براتون مثال زدم برای اینکه تو ذهنتون بمونه، رئیس جمهور اظهار داشت یا رئیس جمهور گفت اویسن، درست؟ پس میتونیم باز از نقل قول غیر مستقیم استفاده کنیم چون متن رسمیه. به هاوپتن ادعا کرد، او ادعا کرد که در این مثلا در این نمیدونم اختلاس دستی ندارد، فرض بکنیم. به غیشتن گزارشگر ما گزارش کرد که امروز در مصر مثلا 10 فروند هواپیما مثلا به فلانجا حرکت کردن. حالا من خیلی این متن اخبارشون گوش نمی کنم، معمولا علاقه ندارم، خیلی هم نمیتونم براتون مواردم، ولی حالا چیزایی که نسبتا به گوش هم خورده. دینکن یعنی فکر کردن یا در واقع اعتقادی داشتن. او مثلا میگیم که اون فکر میکنه که بودجه مثلا کشور تا 5 سال آینده باید حداقل به انقدر برسه. ارکلرن یعنی توضیح دادن، شرح دادن. مثلا او در پاسخ به این سوال توضیح داد، ارکلرد کرد و که فلان چیز. اینو دیگه میتونید اینا رو همه رو نقل قول غیر مستقیم، یعنی بعد این فعلا باید اون فرمولی که من بهتون میگم رو در این بعد از این فعل ها به کار ببرید. فراگن میشه سوال کردن. خب فراگن سوال کرده، مثلا بگیم که او از همتای خودش در مثلا کشور یونان پرسید که آیا مثلا امکان این همکاری دو جانبه وجود دارد یا خیر. خب گلاوبن اون اعتقاد داره که فلان، دیگه میدونید ماینن هم همون اعتقاد داشتنه. زاگن هم که یعنی گفتن، او گفت که فلان. پس تمام اینها افعالی هستن که بعدش باید در واقع با این افعال اگر بیاد باید کنیونکتیو آینس در واقع استفاده بشه. خب حالا که این رو گفتیم ما باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ اینکه در چه حالتهایی ما کنیونکتیو آینس رو استفاده میکنیم. چیزی که میخوام بهتون بگم که فراموش کردم اینه که کنیونکتیو آینسی که الان داریم میخونیم داریم نقل قول غیر مستقیم میخونیم در زمان حالی و در زمان گذشته داریم، که من میگم چند تا ویدیو بعدی باید بهتون میگم. فعلا ما داریم در زمان حال میخونیم. علی گفت و امروز میآید، ما کاری اصلا به زمان گذشته نداریم. من یه مرور کوچولو میکنم. نقل قول غیر مستقیم در زمان حال هستش، عین جمله تکرار نمیشه، کلا ساختار جمله به لحاظ فاعلی عوض میشه، چون گفتیم علی گفت من امروز میام، ولی من شد او، میآیم شد میآید. و توی اخبار، گزارشات رسمی، روزنامه ها، هر جای رسمی میتونه به کار بره. پس تو محاورات روزمره کسی از نقل قول غیر مستقیم کمتر استفاده میکنه، در واقع اصلا منسوخ هستش، از بین رفته دیگه، استفاده نمیشه در محاورات. برخی از افعالی که میتونیم بگیم که خب منظورمون از کانیونکتیو آینس ساختن چیا هستش اینه که وقتی میخوای بگی او پاسخ داد، او ادعا کرد، او گزارش داد، او سوال کرد، او اعتقاد داره، اون فکر میکنه، اینا همه چیزایی که ما میتونیم بعد از این فعلا بیام حرف یکی یا اعتقاد یکی یا سوال یکی رو از جایی به جای دیگه انتقال بدیم. این رو داشته باشین. 18 دقیقه ویدیو طول کشید، بذارین راحت باز بشه برای دوستان. میریم ویدیو بعدی، من رو در خدمتتونم. فعلا خدا نگهدارتون، ادامه درس تو ویدیو بعدی.